جام زهری که در راه است. با درود گرم بر بینندگان تلویزیون برابری، گفتاری پیرامون چشمانداز مذاکرات وین، انریکو موره هماهنگ کننده کشورهای اروپایی جمعه 17 دسامبر اعلام کرد هیئت نمایندگی ایران درخواست نموده برای یک هفته به کشور خود بازگردند و مذاکره پس از برگشت اونها آغاز میشه. علی باقری رئیس هیئت نمایندگی که پیش از این گفته بود ما همچنان برای مذاکره آماده ایم و در وین مانده ایم، اینک خود درخواست نمود که به تهران برگردند. بیگمان یک مسئله روشن است و اون این است که کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین چین و روسیه به پیشنهاد دوگانه هیئت ایران، یعنی لغو بی قید و شرط همه تحریم ها و تعهد آمریکا برای باقی ماندن همیشه در پیمان اعلام شده مورد قبول حتی چین و روسیه هم نیست و اون را به عنوان زیاده خواهی مطرح کردن. اما پیش از اون وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که زمان کوتاهه و جمهوری اسلامی بایستی تکلیف خودش رو روشن کنه. این بخشی از در واقع تأکید سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس بود که در طی سالهای گذشته تلاش نمودن با میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن. جمهوری اسلامی اگرچه در طی 6 ماه گذشته که ابراهیم رئیسی به سمت ریاست جمهوری رسیده در ظاهر موضع سفت و سختی گرفته، اما 2 روز پیش از این یعنی در تاریخ 15 دسامبر توافق نمود که دوربین هایی که در کرج در تأسیسات اتمی کرج کار گذاشتن و نظارت داره بر تولید سانفوژا تعویض بشه. اگرچه حسین شریعت مداری سخت به این قضیه اعتراض کرد و بخشی از به اصطلاح اصولگرایان اعلام کردند که ما در گذشته به اندازه کافی امتیاز دادیم و چیزی به دست نیاوردیم و نباید امتیاز بیشتری داد، اما جمهوری اسلامی به راحتی این امتیاز را داد که این دوربین ها عوض بشه و در واقع آژانس بین المللی اتمی نظارت داشته باشه بر فعل و انفعالات سانفوژا. در قضیه‌ای که بین در واقع 6 کشور و جمهوری اسلامی برپا شد، امروز کشورهای دیگری هم به شکل جدی وارد معرکه شدند، از جمله عربستان سعودی، اسرائیل و ترکیه.
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد هیچ مسئله‌ای در خاورمیانه نمیتونه انجام بگیره مگر اینکه با تایید ما باشه، یعنی با تایید کشور ترکیه و شخص اردوغان. دعوای اصلی در این قضیه بر سر چیست؟ آیا آمریکا از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی وحشت داره؟ بیگمان چنین نیست. چرا؟ کشورهای دیگری مثل روسیه و چین و همچنین کره شمالی که در واقع در خط آمریکا نیستن به موشک‌های دوربرد و سلاح‌های مدرن مجهزن و آمریکا با کی نداره. زمان زیادی لازمه تا جمهوری اسلامی بتونه موشک غارپیمایی را داشته باشه که آمریکا را تهدید کنه. اما جمهوری اسلامی میتونه همسایگان را تهدید کنه. حتی مستقیم توان هدف قرار دادن اسرائیل را هم نداره. این را هم دولت آمریکا به درستی میدونه و هم اسرائیل. اما چرا اسرائیلی ها داد و بیداد را میندازن؟ و چرا جمهوری اسلامی مرتب علیه اسرائیل تبلیغ میکنه؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی خواهان نابود کردن اسرائیل، یک کشور امروز 7.5 میلیونی که در کنار اون 6 میلیون فلسطینی هم در نوار غزه و ساحل غربی زندگی می کنند و می تونه بمب اتم، یک بمب حامل اتم در تل آویو یا شهر دیگری منفجر بشه و به غزه آسیب نرسونه یا به دمشق آسیب نرسونه؟ این را هر کودک دبستانی، اگر نگم دبیرستانی، هم می فهمه. و بعیده که سران جمهوری اسلامی این را نفهمند که این کار شدنی نیست. اما چرا؟ پافشاری بر سر چیست؟ قضیه به مسائل دیگری برمیگرده. رهبران روحانی جمهوری اسلامی با عنوان رهبران شیعه ایران و کمی اونورتر خود را میخوان رهبران شیعه جهان بدونن، در حالی که در هر کشور از کشورهایی که بخشی از مردم پیرو فرقه های شیعی هستن چنین مرکزیتی وجود نداره. در خود ایران هم وجود نداره. همکنون در ایران بیش از 10 تن از روحانیون تراز اول ادعا دارن که مجتهد تراز اول هستن، مرجعیت دارند و با دیگران رقابت میکنن. شیعیان از وقت مطرح شدن که بر سر مسئله فلسطین موضع گرفتند، در زمانی که جمال عبدالناصر در مصر کودتا کرد و شعار نابودی اسرائیل را سر داد، رژیم شاه وقتی که در سال 1339 شمسی یا خاور
خورشیدی یا 1960 میلادی. اسرائیل را به شکل دوفاکتو به رسمیت شناخت. دولت مصر مناسبات خود را با رژیم شاه قطع نمود. در اون دوره خمینی یکی از کسانی بود که علیه اسرائیل موضع گرفت و جامعه الازهر در مصر به رهبری محمود شلتوک که پس از مدت‌ها به عنوان یک مرجع اسلامی شکل گرفته بود، از شخص خامنه‌ای و دیگر روحانیون شیعه تمجید کردند. حتی از فتوای آیت الله شیرازی علیه تنباکو تمجید کردند که بر اون مبنا هم برای خود حق فتوا قائل شدند. اما نه فتوای فردی، فتوای جمعی و جامعه علمای الازهر. جامعه علمای الازهر از خمینی تمجید کرد و در واقع در سطح کشورهای مسلمان فضای ایجاد کرد برای نزدیکی شیعه و سنی. و شخص خمینی از اون موقع تا به حال تلاش میکرد خمینی به عنوان رهبر مسلمانان جهان جا بندازه، نه مسلمانان شیعه، مسلمانان جهان. همین امر در مورد خامنه ای هم صادقه و تلاش میکنه به عنوان رهبر مسلمانان مطرحش. و میبینیم که یکی از توافقاتی که در عراق صورت میگیره و مقتدا صد پیشنهاد میکنه که مرجعیت شیعیان عراق آیت الله علی سیستانی است و نه آیت الله علی خامنه ای. این دامنه رقابت شیعیان در درون کشورهای اسلامی انگیزه ایست که رهبران روحانی جمهوری اسلامی و عوامل اونها بر طبل مبارزه با اسرائیل بکوبن تا در واقع رهبری خود را در کشورهای اسلامی به شکلی تثبیت کنن، که این تثبیت در داخل به سود اونا میاد. در جهان عرب هم همینجور بود. پس از شکست کشورهای عربی در سال 1967 برابر با 1360 و 1346 خورشیدی که کشورهای اردن، سوریه و مصر مستقیم و عراق غیر مستقیم از اسرائیل شکست خوردند، پس از آتش زدن مسجد الاقصا توسط یک یهودی افراطی، پادشاه وقت عربستان ملک فیصل درخواست نمود سران کشورهای اسلامی جمع بشن برای برخورد با آتش زدن مسجد الاقصا. تا اون دوره که عربستان نقشی نداشت، نقش پیدا کرد و پس از جنگ رمضان یا جنگ 1973-1352 خورشیدی سلاح نفت به کار اومد. پادشاه وقت عربستان همین ملک فیصل اعلام تحریم نفتی نمود کشورهای غربی را. یعنی میبینیم یک اعتبار مسئله اسرائیل، مسئله مبارزه، همچنان مصرف داخلی داره و مصرف منطقه‌ای داره. در حال حاضرم که پیمان ابراهیم بین دولت اسرائیل و چند کشور عربی
بسته شده و کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات و عمان و بحرین و ایزن کویت قرارداد آشتی با اسرائیل امضا کردن، مراکش که جای خود داره. عربستان سعودی پیشنهاد کرد به شرطی با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار خواهد کرد که کشور فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در کنار اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. پس اینجا می‌بینیم در جمهوری اسلامی هم مسئله تولید بمب اتم و سلاح موشکی بخشیست به این تلاش‌های برمی‌گرده که جمهوری اسلامی در صدد سرکردگی در منطقه است و در برابر سه رقیب نیرومند جهان عربی اسلامی، یعنی ترکیه، عربستان و مصر، و یک رقیب مهم یعنی اسرائیل قرار داره. جمهوری اسلامی فقط مسئله ساختن سلاح اتمی نیست، تلاش داره در منطقه خاورمیانه در کنار اسرائیل جای خودش رو ثابت نگه داره. البته از قضیه زیاد دور نشیم، بیگمان هیئت نمایندگی ایران که به تهران برگشته حامل یک پیام ثبت و سلط است، یا سازش همین امروز یا ادامه تبعات نافرمانی. نکته مهم این است که آیا اگر جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بر نگرده و به گفته خودش خطر جنگ هم وجود نداره، آیا قادر خواهد شد از محاصره اقتصادی رهایی پیدا کنه؟ تجربه تا به حال جواب منفی داده. چین و روسیه هم حاضر نیستن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مجهز بشه، زیرا به دنبال اونها مسئله ترکیه، مصر و عربستان هم به این تلاش ها خواهند پیوست و هر کدام از اینها به نوبه خود به همون اندازه که جمهوری اسلامی برای اسرائیل خطرناکه، اینها برای روسیه و چین خطرناک، و در نتیجه هیچ کدام از این دو کشور پشت جمهوری اسلامی نخواهند ایستاد. پیام روشنه، هیئت نمایندگی می بایستی مثل دور قبل جام زر را به خامنه ای بنوشانه و با دست پر برگرده. آمریکا بی قید و شرط برمیگرده، اما معاصره اقتصادی بی قید و شرط برداشته نمیشه. شرایطی که جمهوری اسلامی از توافق برجام فرار رفته میبایستی برگرده، یعنی اورانیوم غنی شده 60% را میبایستی بدون قید و شرط تحویل روسیه بده و سامپوش‌های اضافی را که به کار بسته از کار بینداز. اگر تمکین نکنه بیگمان باید انتظار ضربه نظامی داشته باشه و در واقع این بازی همچنان ادامه خواهد یافت. ادامه این بازی به سود جمهوری اسلامی نیست، زیرا دامنه فقر
در کشور شورش اوریان در پی خواهد داشت و بساط جمهوری اسلامی را برخواهد انداخت. البته جمهوری اسلامی چه بر سر برجام بمونه چه نمونه، در ایران آینده ای نداره. اما تلاش هایی را هنوز میکنه. یکی از این تلاش ها این است که جایگاه خودشو در سوریه ثبت کنه، یعنی به عنوان همپیمان سوریه در اون کشور بمونه. از این نظر تا به حال چند بار به منطقه التناف در سوریه که پایگاه آمریکایی ها در مرز عراق حمله کرده. جمهوری اسلامی میخواد دیر و زور را بگیره، منطقه ای که همکنون حائل بین سوریه و عراق، هم ایالات متحده آمریکا در اونجا مستقر پایگاه داره و هم نمایندگان در واقع جنبش دموکراتیک خلق کرد روژاوا. اگر جمهوری اسلامی این منطقه را به دست بیاره، راحت میتونه سلاح و مهمات را از مرز زمینی از طریق عراق به داخل سوریه بکشونه و دیگه نیازمند این نیست سلاح و مهمات را با کشتی بیاره یا با هواپیما، که هر دوش آسیب پذیره. از همه سالمتر زمینیست، اما تا به حال آمریکاییان و متحدانش فرجن دادن. در همین هفته دو تن از پهپادهای جمهوری اسلامی بر فراز التناف سرنگون شد. یکی را موشک‌های زمین به هوای خود آمریکا زد و دیگری را هواپیماهای انگلیسی که از مدیترانه برخاستند، یعنی در پایگاهی در قبرس، هواپیماهایی که مجهز هستند به موشک‌های هوا به زمین و موشک‌های هوا به هوا. معنی روشن این است که جمهوری اسلامی این تصور که از طریق پهپادها یا موشک‌های فضا به زمین خواهد توانست آمریکایی‌ها را از سوریه و عراق برونه یک توهمی بیش نیست. اما بیگمان ایالات متحده آمریکا هنگامی که قصد حمله به جمهوری اسلامی را داشته باشه، پایگاه‌های خودشو در عراق و سوریه جمع می‌کنه. زمانی که این پایگاه‌ها را جمع کنه، می‌بایستی احساس کرد که خطر جدی است و جنگ در پیش است. بایدن مثل دیگر رؤسای جمهوری اسلامی، اگرچه خواهان مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی و همچنین حل قضیه است، اما هیچ موقع پنهان نکرده که گزینه نظامی هیچ موقع منتفی نیست و در این هفته از مهمترین تحولات این بود که دو تن از مدیران کل سازمان جاسوسی یعنی CIA در یک نامه سرگشاده به بایدن درخواست نمودن که اگرچه از سیاست اون مبنی بر حل مسالمت‌آمیز اتمی جمهوری اسلامی پشتیبان، اما گزینه نظامی را نباید فراموش کرد. امضای این دو تن امضای چند تن دیگر
از مقامات امنیتی و نظامی سطح بالای پیشین را هم به دنبال داشت. یعنی در درون آمریکا هم بایدن زیر فشاره که به جمهوری اسلامی پیش از این توافق نده. اما قضیه کمی اونورتر، قرار داده برجام محدودیتش تا سال 2025. اگر جمهوری اسلامی پای این قرارداد می‌رفت و آمریکا پایبند نشون داد، از سال 2025 دیگه هیچ محدودیتی برای جمهوری اسلامی نمی‌موند. ولی آیا دشمنان جمهوری اسلامی در شرایطی که جمهوری اسلامی در یمن و عراق و سوریه حضور نظامی داره، بحرین و عربستان را مرتب تهدید میکنه، آیا پس از سال 2025 در صورت بقای جمهوری اسلامی آیا واقعا این دعوا دوباره مطرح نمیشه؟ چه بسا همین امروز مطرح بشه، یعنی بازگشت هیئت نمایندگی به وین. فقط میتونه برای حل این قضیه باشه که نقطه پایانی بر این بحران غنی‌سازی اورانیوم گذاشته بشه. این توهم که جمهوری اسلامی بیاندیشه چون توان غنی‌سازی 60% را دارن و از 60% به 90% به مراتب با شتاب بیشتری انجام میگیره و در نتیجه خواهد توانست به بمب اتم دسترسی پیدا کنه، هیچ مشکلی را از جمهوری اسلامی حل نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل جدای از اینکه در درون جمهوری اسلامی اونچنان نفوذ پیدا کرده که میتونه مورهای مهم اتمیشو بزنه، تأسیسات اتمیشو بزنه، همه جور قادر هم هست که ضربات سنگینتری به این تأسیسات شناخته شده و ناشناخته جمهوری اسلامی بزنه. البته میشه گمان برد که جمهوری اسلامی بیش از این مراکز شناخته شده مراکز دیگری هم میتونه داشته باشه و به این امیده که بتونه بمب اتمی را تولید کنه و یک شبه اعلام کنه که بمب اتم ما آماده است، موشک ما قادر به پروازه، به هر نقطه‌ای که بخواهیم اصابت میکنه. اما بی پاداش نمیمونه. جدا از این که من باور دارم جمهوری اسلامی قصد زدن اسرائیل رو نداره، اما اگر جمهوری اسلامی قصد زدن اسرائیل رو داشته باشه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی آنچنان از اسرائیل پشتیبانی میکنن که جمهوری اسلامی نتوانه این کشور را مورد حمله قرار بده و سلاح اونها همیشه سلاح تحریم نخواهد بود، سلاح بازدارنده هم خواهد بود و جمهوری اسلامی چه بسا تأسیساتش در برابر ضربات آمریکا و متحدانش در منطقه تاب و توانی نداشته باشه. امیدواریم که جام زر بر خامنه‌ای مبارک باشه و مثل دفعات قبل بپذیره و در واقع بر تشدید بحران نقطه پایانی گذاشته بشه، اگرچه با هر نقطه پایان نقطه آغاز دیگری است. و مادام که جمهوری اسلامی با این شیوه تفکر
و با این سبک از مناسبات برقرار است، کشور بحران خیزه. حیات جمهوری اسلامی به بحران وابسته است. کشور بدون بحران چشمانداز بقا نداره و از این رو تلاش میکنه گرداب بحران را حفظ کنه و از یک بحران فرا نرفته در بحران دیگری فرو بره، زیرا بقای این حکومت در ایجاد بحران و بحران سازست و بیگمان در این مسئله که کشورهای طرف قرارداد محکم استادن، جمهوری اسلامی جز عقب نشینی هیچ چاره دیگری نداره. اینکه تصور کنه 6 دور مذاکرات قبلی را که در دوره حسن روحانی انجام شده و به جای مهمی رسیده اون را رها کنن و روز از نو روزی از نو همون مسائل را بگیرن جز اتلاف وقت معنی دیگری نداره و آمریکا و متحدانش سخت با تلف کردن وقت مخالفت میکنن و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی از اتلاف وقت برای ساختن بمب اتم استفاده کنه.